خدا نور لجه زاده 10 مهر 1374 و درگذشت 10 مهر 1401، دقیقا در روز تولدش درگذشت. به گفته رسانه هایی در فضای مجازی، از کشته شدگان اعتراضات سراسری 1401 ایرانه که در سن 27 سالگی در تاریخ 10 مهر در زاهدان کشته شد. ایشون زاده استان سیستان و بلوچستان در زاهدان هستن. خدانور لجه‌ای فرزند عیسی از طایفه لجه‌ای اهل زاهدان بود. خدانور شنبه 9 مهر ماه از ناحیه کلیه مورد اصابت گلوله قرار میگیره و به بیمارستان تأمین اجتماعی زاهدان منتقل میشه که از درمان اون امتناع میشه و سرانجام یک شنبه 10 مهر ماه جان خود را از دست میداد. خدانور 2 ماه پیش از کشته شدنش در جریان اعتراضات 1401 در بازداشت بوده که تصویر اون در دوران بازداشتش در حالی که به یک میله وصل بود و به اون دستبند زده بودن در شبکه‌های اجتماعی ایرانی مورد بازتاب گسترده‌ای قرار می‌گیره. در یادبود خدانور لجه‌ای سه‌شنبه 10 آبان پای میله تابلویی در خیابان سیاسی منطقه 7 تهران و پیش از این 22 اکتبر جلوی درب ورودی دانشگاه مگیل کانادا در جریان اعتراضات 1401 ایرانیان مقیم خارج، توسط هنرمندان یک مجسمه رو به میله زدن و یاد این فرد رو زنده نگه داشتن. ولی خب این کلیت چیزیه که در رابطه با خدا بیامرز خدانور لجه‌ای بود. حالا بریم ببینیم رسانه‌های داخلی در رابطه با خدانور چه چیزی میگن. عجیب اینجاست که هرچی راجع به خدانور لجه‌ای داخل اینترنت سرچ کردم، خبرگزاری‌های داخلی رو بالا نیاورد. ولی نکته‌ای که قابل تحمل اینجاست که بعضی از افرادی که حالا هستن در رسانه‌های داخلی راجع به خدانور لجه‌ای نوشتن، این هم پروژه کشته‌سازی و کلاً صحنه‌سازی. ولی بعضی از رسانه‌ها هم یه جورایی تایید کردن و گفتن این فرد که فوت شده دیگه توی این شلوغی‌ها طبیعیه و از یه طرف دیگه کلاً حرف در رابطه با خدانور توی فضای مجازی زیاده. ولی یه نکته در رابطه با خدانور گفتن. گفتن که دستاشو به میله بستن و اون تقاضای آب کرده و آب رو گذاشتن جلوش و بهش ندادن، که اگه اینطوری باشه واقعاً خیلی خیلی بده. حالا میریم چند تا فیلم از خدانور لجه‌ای میبینیم. همین فردی که دارید روی صفحه میبینید نگاه کنید، توی فیلم هم مشخصه. بریم فیلم رقصیدن و شادی کردنش رو ببینیم و بعد از این یک فیلم دیگه ازش داریم و بعد میرسیم به جریان و بازداشتش و اینجور موارد. دوستان، فیلمی از شکنجه شدن یک فرد که از پنجره یک خونه گرفته شده منتشر شده که میگن مربوط به خدانوره. معذرت میخوام، به خاطر قوانین یوتیوب نمیتونم اونو بذارم، ولی خب به هر حال اگه تونستم در ویدیوی بعدی که در همین کانال منتشر میکنم اون رو واسه شما قرار میدم، ولی باز هم معذرت میخوام. در این بین افراد معروف و سلبریتی های بزرگی همچون علی کریمی و غیره که در ادامه بهتون نشون میدم از خدانور لجه‌ای حمایت کردن و در رابطه با اون استوری گذاشتن. بریم با هم دیگه استوری آدم های معروف رو ببینیم و چلوم این فردم هست و بریم ببینیم که چه جریاناتی رخ داده.
علی کریمی با این استوری اول از خدانور لجه‌ای حمایت کرد و یادشو زنده نگه داشت. همچین استوری رو گذاشت و همین چند دقیقه قبل که من دارم این ویدیو رو ضبط میکنم این استوری رو منتشر کرد و علی کریمی روسا خیلی خیلی فعال شده. البته دوستان قبل از اینکه بخوایم بریم ادامه استوری ها رو ببینیم یه خبر کوتاه و این مابین بهتون بگم. بیلی آیلیش هم از ایرانی ها یعنی مردم ایران حمایت کرد با قرار دادن پرچم ایران در دستش اونم وسط کنسرتش. بریم سراغ ادامه استوری ها. راستی از علی کریمی گفتم تولد علی کریمی هم هست. حالا که داریم از بامراما صحبت میکنیم قبل از اینکه بریم سراغ ادامه استوریا از وریا غفوری هم که یکی از بامرام های روزگاره هم بذارید صحبت کنیم. این دختر که عکسش حسابی منتشر شد و وایرال شد وریا غفوری به دیدنش رفت و دمش گرم واقعا. گلشیفت فراهانی با این استوری در رابطه با خدانور لجی همچنین واکنش نشون داد و گفت از کشته شدگان زاهدانه. جدای از این استوری استوری های دیگه هم قرار دادن. این هم استوری دوم خانم گلشیفته فرهانیه که دارید تماشا میکنید. عکس خود خدا نور رو با لباس معلی گذاشته و واقعا جوون هم بود و گناه داشته. در تصویر دیگه که یک تصویر گرافیکیه بازم اشاره به خدا نور داره و دارید مشاهده میکنید که این عکس رو خانم گلشیفته فرهانی در استوری اینستاگرام خودش منتشر کرده. شاین نجفی در رابطه با خدا نور همچین استوری گذاشت و یه جورایی از خدا بیامرز خدا نور حمایت کرد. مدگر هم در رابطه با خدا بیامرز خدا نور همچین استوری از رقص اون که چند دقیقه قبل برای شما گذاشتم گذاشته و نوشته برای رقصایی که بوی خون گرفته. ما بین این استوری ها بذارید یه خبر دیگه هم بهتون بگم. چند تا مأمور با اسب در میدان صادقیه و جاهای دیگه از تهران مشاهده شده و بعضی گفتن این همه موتور دارید هست برای چیتونه و این اسبا رو آورده بودن اون وسط که حسابی هم حاشیه شد و اخبار مختلفی از اون پخش شد. خوتن یکی از یوتیوبرهای ایرانی همچین استوری در رابطه با خدا نور گذاشت. اینجا بذارید یه صحبت راجع به یوتیوبرهای ایرانی بهتون بکنم کسایی که ممکنه نشناسیدش. یوتیوبرهای ایرانی که داخل همین پلتفرم که الان دارید این ویدیو رو تماشا میکنید فعال هستن این روزها حسابی از مردم در حال حمایتن و کل کانتنت و کلن ویدیوها و استوریاشون رو گذاشتن در رابطه با همین افراد که جا داره از همینجا ازشون تشکر کنیم. البته علی کریمی در رابطه با خدا نور یک استوری دیگه غیر از این هم گذاشت که دارید روی صفحه مشاهده میکنید و این روزا آقای علی کریمی حسابی در حال استوری گذاشتنه، به طوری که امروز فکر کنم حدود 7 8 یا 10 تا استوری گذاشت و این خیلی خیلی جالب و عجیبه که علی کریمی توی یه روز چطور انقدر این همه واکنش نشون داده. حالا جدای از این استوری بذارید یه اخبار ما بین این ویدیوها بهتون بگم. داخل مجلس چند 200 تا نماینده فکر کنم رأی دادن که سریعاً کسایی که حکم محاربه براشون اومده سریعاً اعدام بشن که همین حکم صدای مردم رو درآورده و خیلی‌ها گفتن که چرا می‌خواید این کارو بکنید؟ برای چی؟ بعضی‌ها میگفتن در بین کسایی که حکم اعدام واسهشون اومده خواننده و حتی کسی که سطح آشغال هم آتیش زده وجود داره که همین باعث شده خیلی‌ها صداشون در بیاد. البته توی رسانه‌هایی که در فضای مجازی هستن این اخبار رو گفتن و اینجا در این کانال من چیزی رو از خودم نمیگم و فقط دارم منابع رو در فضای مجازی و اتفاقاتی که داره توی اینترنت میفته رو میخونیم.